درود بر شما. ششم فروردین ماه 1400 خورشیدی و 26 مارس 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به ترین‌های سال 99. از وقیح‌ترین، دروغگوترین تا شجاع‌ترین. پرده آخرم جزو همین ترین‌ها خواهد بود دیگه، یعنی بهترین پرده آخر سال گذشته. دروغگوترین شخصیت سال 1399 خورشیدی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی. 4 تا دروغ خامنه‌ای از شمار دروغ‌های مکرری که درباره کرونا گفت در 13 ماه گذشته، در واقع باعث مرگ ده‌ها هزار نفر شد در سال 99. اولین دروغ در این رابطه اسفند 98 بود، بعد از انتخابات مجلسشون. خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد شب پنجشنبه. سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رای دادن وایسین، اونجا چنین هست، چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست. یعنی اصلا اتفاقی نیفتاده، خبر پخش شدن ویروس کرونا رو دادن تا مردم نرن پای صندوق‌های رای، وگرنه کرونا کجا بود؟ و این انکار پخش شدن ویروس کشنده کرونا در ایران یک کار سازمان یافته بود از آغاز در جمهوری اسلامی. هم رسانه‌ها، هم بیمارستان‌ها، هم حکومتی ها، همه با هم انکار میکردن که ویروس کرونا اصلا هست در ایران. 29 بهمن 98 که شمار درگذشتگان از ویروس کرونا در چین رسیده بود به بالای 3000 نفر و هواپیمایی ماهانشون هفته 12 پرواز رفت و برگشت به چین داشت و خیلی از کشورها پروازها رو قطع کرده بودن هستن به کشورشون، در ایران رسانه ها نوشتن 2 نفر به دلیل نارسایی تنفسی در بیمارستان کامکار قم فوت کردن. بعد از فوت 2 بیمار در بیمارستان کامکار قم، دانشگاه علوم پزشکی قم با صدور اطلاعیه اعلام کرد هیچ شواهدی مبنی بر ابتلا به بیماری کرونا در این 2 نفر دیده نشده است. دروغ. دانشگاه ییل در کانادا با چند مؤسسه دانشگاهی و پژوهشی دیگه مدل سازی شروع کرد برای تخمین آمار دقیق مبتلاها به کرونا در کشورهای مختلف. بر اساس مدل سازی این محققان در بیمارستان عمومی تورنتو و دانشگاه تورنتو با توجه به تعداد مسافرهای ایرانی مبتلا به کرونا در کشورهای مختلف، تعداد مبتلایان در ایران 18300 نفر برآورد شد. چه تاریخی؟ 1 اسفند 98، زمانی که جمهوری اسلامی تعداد مبتلاها رو 5 نفر اعلام کرده بود، زمانی که ایران شده بود صادرکننده اصلی کرونا به کشورهای منطقه، اولین مورد ابتلا در 11 کشور منطقه از ایران مسافرت کرده بودن به اون کشور. این آمارها رو همه رو دادیم، من تو این برنامه همه رو دارم به صورت فشرده جمع‌بندی ارائه میدم خدمتون. در واقع 2 اسفند 99، بله 2 اسفند 98 روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. با اعلام 11% فوت ناشی از کرونا، ایران بعد از چین بیشترین تلفات ناشی از کرونا ویروس رو ثبت کرده بود. اما همچنان مسئولان جمهوری اسلامی انکار میکنند که ویروس کرونا در استانهای مختلف پخش شده و داره قربانی میگیره. 13 اسفند 98 خامنه ای میاد دروغ بعدی رو میگه. این حادثه فقط در کشور ما پیش نیامده. این حادثه میدونید، شنیدید، در بسیاری از کشورهای دنیا امروز این حادثه هست. تفاوتش البته اینه که در بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت با از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن، مردم رو در جریان قرار دادن که خب کار خوبی هم بود. وقتی
همه رؤسا و مدیران حکومتی دروغ میگن و با وقاحت دروغ میگن، رهبر که باشی باید رهبر وقیح ترین ها هم باشه دیگه، این دروغو بکی. حدود دو هفته بعد، بعد از این صحبتی که کرد، سوم فروردین 99 یه دروغ شاخدار دیگه میگه که فقط کسایی که به ژن خوب و بد معتقدن شاید قبولش بکنن. چند بار تا حالا سران آمریکا گفتن که ما حاضریم که از لحاظ درمان و دارو به شما کمک کنیم. اگر کسی رو به عنوان درمان کننده و پزشک بخواید بفرستید، این ممکنه بخواد بیاد اینجا اثر عملی سمی رو که تولید کرده اند رو از نزدیک ببینه، چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردن، یک بخشی رو برای ایران درست کردن. خب این ممکنه بخواد بیاد ببینه که اثرش چگونه شد، اطلاعات خودشون رو تکمیل کنن و دشمنی خودشون رو بیشتر کنن. بنابراین این چیزی نیست که حرفی نیست که کسی از ملت ایران این رو قبول کنه. این نمیدونم اسمشو بلاهت بذاریم، به هر حال دروغ شاخدار خامنه ای که هم توهم باور نکردنی رهبر یک حکومت رو نشون میده و هم حق بازی او رو برای بالا نگه داشتن پرچم مرگ بر این و اون که هویت حکومتشه، در واقع زمانی به اوج میرسه که میگه واردات واکسن از غرب ممنوع. دی ماه 99 که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بعد ساده لوحانه همه فکر کردن، نمیدونم شاید توهین‌آمیز باشه آدم میگه ساده لوحانه، به هر حال همه فکر کردن که رهبر باز توهم زده که میگه ممنوع. منتها وقتی در 28 اسفند 99 اعلام شد که بخش خصوصی در ایران میتواند واکسن وارد بکنه، دلیل این ممنوعیتی که خامنه‌ای حکم داده بود و دلیلش رو به دروغ غیر قابل اعتماد بودن این واکسن‌های تایید شده توسط سازمان بهداشت جهانی گفته بود روشن شد. چی بود؟ باز کردن راه مافیای دارو و قاچاقچیای ارز برای سود بردن از واردات واکسن کرونا. 28 اسفند 99 دولت اعلام کرد شرکت‌های دارویی و بازرگانی بیان ارز و مجوز بگیرن برای واردات واکسن و فروشش تو بازار. و این اتفاق تنها در جمهوری اسلامی افتاده. تو همه کشورها، مطلقاً همه کشورهای غرب و شرق، شمال و جنوب، از آمریکا گرفته تا شاخ آفریقا، توزیع واکسن کرونا دست دولته. علت هم این است که جلو وارد شدن دلال‌ها در این کار گرفته بشه، جلو بازی با قیمت واکسن تو بازار رقابتی گرفته بشه، مردم بتونن بدون هیچ تبعیضی در مراکز دولتی برای زدن واکسن ثبت نام کنن. تعداد واکسن هایی که به هر مرکز دولتی و یا هر بیمارستان و داروخانه دولت میده مشخص باشه، تعداد واکسن زده ها بر اساس رده های سنی مشخص باشه و معلوم بشه چقدر واکسن در هر ناحیه نیاز بوده بر اساس جمعیت اون ناحیه و چقدر واکسن استفاده شده، چقدر دیگه باید به فلان ناحیه داده بشه. و خلاصه سازماندهی و ساماندهی متمرکز یک امر کاملا انسانی. بدیهیه که این که هیچ کشوری توزیع واکسن رو نذاشته دست بخش خصوصی باشه به این دلیل اساسی است که کرونا دشمن مشترک همه انسان هاست، فارغ از نژاد و حکومت و دین و مذهب و غیره و با عمامه و بی عمامه. انسان به معنای عام کلمه. مبارزه با این دشمن هم یک مبارزه کاملا انسانی و هماهنگ در تمام کشورها با هر نوع حکومتی. فقط جمهوری اسلامی است که مبارزش با کرونا هم سیاسی است. رهبر میگه بهترین واکسن های دنیا که مال آمریکاست نباید وارد بشه و هم منشأ فساد مالی و اقتصادی با این دستور، با خصوصی کردن واردات واکسن کرونا جمهوری اسلامی جان مردم و با دلال های دارو و شرکت های داروسازی معامله میکنه.
من میدونین که چقدر از حکومتی ها توی دلالی دارو چقدر چه فسادهایی کردن که بخشش از پرده برون افتاد، خانواده های وزرا و اینا. باز ارز 4200 تومانی برای واردات دارو به خودیا میدن، باز احتکار واکسن کرونا شروع میشه، باز قیمت واکسن کرونا که در همه جای جهان مجانی است در ایران باعث می شود که پولدارا بتونن واکسن بزنن و اکثریت جامعه محروم باشن و مدام بر تعداد کشته ها اضافه بشه. اینه که میگم در زمینه کرونا هم نظام مقدس عمدن قاتل ده ها هزار نفر از مردم ایران بوده و همچنان این قتل عمد ادامه داره. ایران هنوز درگیر واکسن روسی و کوباییه و تازه اعلام کرده دو روز پیش که بیاین میخواییم واکسن فخرا را آزمایش کنیم. کشورهای دیگه ده ها میلیون نفر واکسینه کردن تو هر کشور، بیش از 250 میلیون نفر در کشورهای مختلف تا حالا واکسینه شدن که نیمی از این تعداد در آمریکا واکسن زدن، همین واکسن فایزر طبق آماری که میبینین، و بیشترین واکسن ها همون هاست که رهبر معظم ممنوع فرمودن در تمام این کشورها. واکسن فایزر آمریکایی در 66 کشور، واکسن آسترازنکای دانشگاه آکسفورد انگلیس در 50 کشور تزریق شده تا حالا و ادامه داره. تو منطقه خاورمیانه هم کشورها به سرعت در حال واکسینه کردن مردمشونن در با هر واکسنی که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی باشه. ببینین این نمودار رو تا خدمتتون عرض کنم. ببینین این مال منطقه است. امارات ببینین بالای 60%، ایران 0%، ترکیه بالای 10%، بقیه کشورام دارن به سرعت واکسینه کردن مردم رو ادامه میدن. این درصد که میگم جمعیت اون کشور هست، ایران 0%. این آمار پریروزه. آخه چه گناهی کردن مردم ایران که نزدیک 3 ماه بعد از شروع واکسیناسیون جهانی کرونا باید همچنان بیدفاع باشن در برابر ویروسی که داره با همدستی شما آخوندهای حاکم روزانه؟ آماری که دیروز دادن لااقل گفتن 97 نفر کشته فوتی و بالای 7000 نفر مبتلا. و بعد سوم فروردین 1400 پیام تبرسی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا میگوید تا 2 هفته دیگر بیمارستان ها دوباره اشباع می شود و از اواخر فروردین مرگ و میر هم افزایش خواهد یافت. تبرسی همچنین هشدار داد که نمیتوان جلو این روند را گرفت. حق بازترین در سال 99 حسن فریدون تغییری یافته به روحانی رئیس جمهورشون. ریاکاری و حق بازی حسن روحانی چیز پنهانی نیست که من فقط بخوام بگم، عرض کردم یک جنبندی فشرده است، از وعده های انتخاباتیش گرفته تا روزخونی ها و عشق گرفتناش تو جلسه هیئت دولت هر سال. سال 99 دو موضوع کلیدی یقه دولت روحانی رو گرفت، یکی کرونا، یکی وضع اقتصادی مملکت و معیشت مردم. روحانی فقط دروغ نمیگه، حق بازی میکنه. یعنی همیشه موقعی دروغهای شاخدار ازش میشنویم که میخواد خودشو پیرو ولایت آقا امام خامنه ای و ادامه دهنده دروغهایی که او گفته نشون بده. ببینین 7 فروردین 99 در جلسه اقتصادی کرونا میگه در ماجرای کرونا شرایط ما از بسیاری از کشورها بهتر است. زمینم شرایط ما از شرایط بسیاری از کشورهای دیگر جهان بهتره، علی رغم اینکه ما در فشار تحریم شدید بودیم و کشورهای دیگر نه تنها در معرض تحریم نیستند بلکه یک اتحادیه‌هایی دارند با کشورهای مرتبط هستند و منابع مالی فراوانی رو در اختیار دارند. علارغم همه مشکلاتی که ما داشتیم، الحمدلله کشور ما با افتخار و آبرومندانه تا امروز پیش رفته و این مسیر رو انشالله ادامه خواهیم داد.
اینقدر با افتخار و آبرومندانه پیش رفته که رهبرش خرید واکسن کرونا رو ممنوع کرد و آبروی نداشته جمهوری اسلامی تو همه جهان رو برد. بعد کی گفته ایران هم عضو به قول روحانی اتحادیه های منطقه ای و جهانی نباشه؟ کی گفته منابع مالی و کمک های بین المللی نداشته باشه؟ خودتون با همه دنیا مشکل دارین و باز حق بازانه دروغ میگین که وضع کشور خوبه، فقر مالی و ورشکستگی اقتصادی کشور رو برعکس جلوه میدین. شکی نیست که خودتونم میدونین وقتی ارزش پول کشور ریال در انتهای جدول ارزش‌های پولی ملی کشورهای جهانه، این 18 اقتصاد بزرگ جهان که خامنه ای اخیراً گفت یک دروغ بزرگ و واقعاً مضحکه بود. میدونین خودتون، گزارش میاد براتون از هر جا. آقای رئیس جمهورشون در پیشبرد سیاست دروغ بافی پیشوا حقه بازی رو به مرحله خندداری واقعا میرسونه. اقتصاد جمهوری اسلامی رو با 4 اقتصاد بزرگ جهان مقایسه کرد. 12 مهر 99. الان در جلسه گفته شد که آمار وضع اقتصادی آلمان از طریق مسئولین اونجا اعلام شده که امسال منهای 5.2% اقتصادشون کوچیک میشه و منفی هست رشد اقتصادیشون. خب شما نگاه کنید، یک کشور پیشرفته با همه امکاناتی که داره و خب معلومه شرایطش، نه تحریمی هست نه مشکلی هست، اونا تو این شرایط الان قرار دارن و ما حتما اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت. ما حتی امیدواریم که بدون نفت ما یا حتی با نفت ما تا پایان سال احتمالاً یا مثبت بشه یا اگرم منفی بشه خیلی پایین تر از این رقم هایی است که الان برای آلمان اعلام شده. به این دلیل میگم این حرف حق بازیه که هم خود روحانی میدونه اوضاع چگونه است و هم معلوم نیست برای کی این حرفا رو میزنه، هم خود مردم میدونن. نسیه که دیگه یه دفتر داره پر کردیم گذاشتیم کنار، دفتر دوام آوردیم. من یه دفتر رو باز کنم براتون از کی؟ از برج 3. بنده خدا نمیتونه، میاد مراجعه میکنه در مغازه، میگه آقا ندارم بهت پرداخت کنم. 500 تومان 600 تومان 1 تومان 1 کنیم از 5 تومان هست تا 200 تومان میگه. یعنی 5000 تومان هم نسیه؟ 5000 تومان هم بله، ما حساب دفتری داری. یارو میاد داره بچهش به قول گفتنی تنقلات میخره، نداره، واقعا نداره. ندارم، مردم واقعا ندارن، میان اسکلت میبرن، میان گردن میبرن، کسی بوسش به مر دیگه نمیرسه. مستلمیت چند تا میگیره؟ ماموران این محل بالاخره کارگر نشینه، 4 تا 5 تا، بعضیا نصفه میگیرن، ندارن. 10 تا تخمق هم نسیه میبره، میگه بده تو خدا بزرگه، ما میگیم چشم بردارو برو خدا بزرگ. آخر ما یا یارانه که میگیرن، یارانه رو به قول گفتنیم موقعی که 20 به 20 که یارانه میگه، یا معیشتی که میگیرن میارن به قول ما رو پرداخت میکنن، کارتشون رو میارن میذارن اینجا کارت یارانه شونو، بعدش ماه به ماه میان با هم دیگه حساب میکنن. این کلان اینجوریه نونوایی، یعنی همون نسیه هست ماه به ماه میاد. آره دیگه، همون یارانه است گروه اینجا، همون نسیه حساب میشه دیگه. آره یه وقت فکر نکنین این سوژه تو محله های خیلی پایین و ضعیف گرفته شده ها، نه، اینجا 10 دقیقه‌ای محله های فرمانیه و نیاورانه، منطقه 4 تهران. یه موقع خوب بخوای بگیر نزدیک 100,000 تومان پولشه، 100,000 تومان که پرداخت میکنم اینو مجبور میشم به دفعات زیادی تقسیم بندی کنم، خودمم توی سر سفره قید خودمم بزنم که چی؟ بذار بچم دفعات بیشتری بخوره. طرف میادش میگه روغن داریم، میگم آره. چی به شما میکنیم میره اندازه مبلغ روغن رو به قول گفتنی پول نداره بخواد خرید کنه، که واقعا آدم دلش به درد میادش. روغن کوپونی که میدن دیگه دیدین دیگه، مردم هجوم میبرن و این هجوم بردن دیگه کسی رعایت نمیکنه. نوبت تنه نزنه، نوبت اون یکی رو نگیره، متمدنانه رفتار کنه، رعایت انسان از وقتی فقر کارت به استخون مردم رسوند از بین رفت. اینجا که دارین میبینین جوان رود استان کرمانشاه،
دعوا شده سر جا تو صف روغن کوپونی، کشیده شده وسط خیابون. میدونین دیگه تو شهرهای دیگه هم بس همینطور. ما ساعت 8 الان استادم. ما صبح ساعت 7 تو صف میگیم به هم میگین نیستی. ساعت 7 حالا کالا اینجا که ما اومدیم اینجا بساریم. دلیلی نداره ساعت 8. ما که نگفتیم توزیع ساعت 8 داریم که. شما گفتین توزیع کیه؟ نه. نه. ما اکیدو بفهمین کی بیان. اون میسان دیگه مردم نیاز. شما خودتون چجوری روغن تهیه میکنین؟ جان؟ شما خودتون چجوری روغن تهیه میکنین؟ ما میکنه. نمیتونم جوابتون بدم. نه خودتون واقعا چطور روغن تهیه میکنین؟ خفه میسین شما؟ نمیتونم. واقعا تا حالا تو صف ایستادین؟ نماینده صنعت و معدن جواب مردم نمیدن. مردم گناه ندارن. ما همه زندگیمون نشده تو صف. مردم مشکلات دیگه هم دارن. این روزمرگی زندگیشون رو بعد بزنن داخل صف بسن برای روغن. یا آقا برای کپسول گاز یا آقا شایع فلانجا برنج میرن تا برنج هم نیست. ما شما را به مقام انسانیت میرسانیم. یادتونه خمینی تو بهشت‌صحرا میگفت وقتی که آمد ایران. حالا رئیس جمهورش، رئیس جمهور این نظام مجبوره به کلی منکر صف بشه تا به له شدن مقام انسانیت نخواد اعتراف کنه. 17 دی 99. مردم صف نبستند، مردم برای پیدا کردن کالای اساسی از این خیابون به اون خیابون نرفتند. هر جا می رفتند کالا بود، در اختیار مردم بود. اینو اسمشو شما چی میذارین؟ همون، همون که شما میذارین، همون. چاپلوس ترین اظهار عشق حاج سعید نمکی به رهبر معظم، حتما شنیده بودین دیگه. رابطه بنده با مقام معظم رهبری قبل از کرونا رابطه مرید و مراد بود، در جریان کرونا به عاشق و معشوق بدل شد. یعنی باور کنید که من صحنه هایی از بزرگمردی و دوراندیشی و صداقت و پاکیزگی این مرد بزرگ دیدم در حمایت از خودمون. بی خود نیست که شده چاپلوس ترین وزیر بهداشت جهان در سال 99. این آقای وزیر بهداشت به جای اینکه با جامعه پزشکی هماهنگ باشه، مثلا دکتر خدای نکرده، با رهبر متوهم و دروغگو هماهنگ میشه، عاشقش هم میشه، اونم معشوقش میشه. بعد از اینکه خامنه ای گفت خرید واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس ممنوعه، جامعه پزشکی نامه نوشت به روحانی. خب به خامنه ای نمیتونست بنویسه، به روحانی نامه نوشت که واکسن بخرید، واکسن را سیاسی نکنید، واکسن حق مردم است. سعید نمکی وزیر بهداشت که واقعا غیر از چاپلوسی آقاش انگار هیچ کار دیگه ای نداره، هیچ وظیفه ای نداره، میاد علیه جامعه پزشکی کشور موضع میگیره و میگوید آقا حکیمانه صحبت کردند. چگونه آمریکایی که برای بیمار ما اجازه واردات و گردش پول نمیداد، امروز برای افراد سالم ما واکسن هدیه میکند؟ آمار رسمی همین الان نزدیک 2 میلیون نفر مبتلا، حدود 1.5 میلیون آمار ایران ها، 2 میلیون نفر مبتلا، حدود 1.5 میلیون نفر بهبود و حدود 0.5 میلیون نفر درگذشته فوت شده. هرچند یه بار دیگه این آمار رو نگاه کنین، حکومت اعلام میکنه، هنوز هم حقه بازی میکنن تو این آمارشون، حکومت اعلام میکنه که حدود 60,000 نفر فوت شده. یعنی آمار مبتلاها رو 1,810,000 نفر میده، آمار بهبودی ها رو 1,550,000 نفر. این وسط خب اینا رو از هم کم بکنه میشه 250,000 نفر باید درگز فوت شده باشه دیگه. 250,000 نفر از تفریق مبتلاها و بهبودی ها به دست میاد. بعد میگه 61,000 نفر درگذشته. حدود 200,000 نفر از مجموع فوت شده ها رو که باید طبق آمارهای خودش اعلام کنه نمی کنه.
که چی بشه؟ که بیاد رهبر و رئیس جمهورش و معشوق رهبرش همین سعید نمکی بگن ما الگو شدیم در جهان، حتی در نخریدن واکسن های تایید شده سازمان بهداشت جهان. وقیح ترین ابراهیم رئیسی، وقیح ترین جلاد جمهوری اسلامی، تنها کسی در رأس یکی از ارکان حکومت که از روز نخست این حکومت 42 ساله آدم کشته و اینقدر کشته که مورد عتاب آیت الله منتظری قرار گرفت، در دیداری که امیدوارم یادتون باشه که هیئت مرگ و اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 با آیت الله منتظری در قم داشتن و رئیسی که از اعضای هیئت مرگ بود و در اون دیدار بود، آیت الله منتظری به صراحت گفت در آینده تاریخ شما رو به عنوان بزرگترین جنایتکار یاد میکنه. همین آدم جنایتکار، همین ابراهیم رئیسی که همه کاره قوه قضاییه است، در 14 گذشته فقط در سال 99 250 نفر که ثبت شده است، 249 نفر ثبت شده، 250 نفر رو اعدام میکنه در یک سال. دست کم 249 نفر از جمله 7 زن و 4 کودک مجرم اعدام شدند. از این تعداد یک مورد اجرای حکم اعدام در ملأ عام صورت گرفت. همچنین در سال 99 78 تن دیگر از جمله 2 کودک مجرم به اعدام محکوم شدند، یعنی در صف اعدامان 78 نفر دیگه از سال گذشته. 4 زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی روز یکشنبه 10 اسفند 99 در حالی در زندان سپیدار اهواز اعدام شدند که در ملاقات با خانواده هایشان گفته بودند قرار است به زندان شیبان این شهر منتقل شوند. آنان و خانواده هایشان برخلاف تشریفات آیین دادرسی هیچ اطلاعی از زمان اعدام نداشتند و به گفته سازمان عفو بین الملل مراحل دادرسی در خصوص پرونده این محکومان به پایان نرسیده بود. در بهمن 99 16 زندانی در سیستان و بلوچستان در کمتر از یک ماه در حال اعدام شدند که وکلای آنان تقاضای اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 در پرونده موکلانشان کرده بودند. محمد رضا فقیهی، وکیل حسن دهواری و الیاس قلندرزهی، دو تن از این اعدام شدگان در مصاحبه با رادیو فردا میگوید بر اساس ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری نفس تسلیم درخواست اعاده دادرسی موجب توقف اجرای اعدام و حکم است. ما مسئولان قضایی استان سیستان و بلوچستان را در جریان گذاشتیم که درخواست اعاده دادرسی را در دیوان ثبت کرده ایم و حتی برگه رسید ثبت درخواست را هم برایشان ارسال کردیم و حتم پیدا کردند که این درخواست ثبت و فایل شده است، بنابراین نباید اعدام می‌کردند. جز قتل عمد اینا چیه؟ جز جنایت واقعا اینا چیه؟ بیرحمی اینا که دیگه اینا سرشون نمیشه، جز جنایت چیه؟ من محض یادآوری و فقط برای نمونه اشاره میخوام بکنم به اعدام نوید افکاری، نوید افکاری پهلوان و کشتیگیر که بسا محبوب ترین شخصیت سال 99 برای مردم شد. در جریان اعتراضات خیابانی سال 97 نوید و وحید افکاری در 26 شهریور 97 بازداشت شدند و حبیب افکاری برادر دیگه 22 آذر 97 با دستور مستقیم ابراهیم رئیسی نوید رو اعدام کردند. به برادرش هم حبسای 20 سال 30 سال دادن. چرا؟ من متن قرار نهایی دادسرا رو که در حکم اعدام نوید افکاری هم آمده میخونم تا ببینین هیچ جرمی در بر اساس قوانین حتی جمهوری اسلامی هم اینا مرتکب نشدن. در پرونده همش نوشته قصد ارتکاب جرم داشتن، قصد ارتکاب جرم داشتن، اینا تو کلشون بود، اینا میخواستن این کارا رو بکنن. در متن قرار نهایی دادسرا صادر از شعبه 10 بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی اینن اینا آمده: آقای نوید افکاری دسته ای معاند نظام با مقاصد برهم زدن امنیت کشور تشکیل و با همراهی آقایان وحید افکاری و حبیب افکاری و سعید دشتکی، یکی از دوستاشون،
یا دستکی. اقدامات ضد امنیتی و فعالیت‌های تبلیغی و شعارنویسی به نحو گسترده علیه نظام مقدس فلان داشته و مأمورین هم اطلاعاتی یا بسیجی یا نظامی را شناسایی کرده و با طراحی اقدامات تروریستی قصد اجابت فرامین شیطانی ضد انقلاب، قصد اجابت و ارعاب و استخفاف دوستداران نظام را داشته، قصد داشته، طراحی کرده، مقاصد برهم زدن امنیت، قصد فلان. شناسایی سه نوع حالا جزئیات به جز جز کرده این جرم ها رو. شناسایی سه نوجوان بسیجی در فلکه معلم و ایراد ضرب و جرح و سرقت باتوم آنان توسط متهمین و شعارنویسی گسترده ضد نظام در سطح شهر و ترغیب مردم به شورش. این یک. شناسایی بسیجی کشتیگیر توسط نوید افکاری و وحید افکاری و برنامه ریزی برای قتل یا جرح عمدی با چاقو. این دوتا. این دو نفر رو شناسایی کرده بودن طبق این ادعانامه دادستانی که میرسه به اعدام. شناسایی این یک. یک جرم دیگه. برنامه ریزی ناموفق جهت ضرب و جرح مأمورین بسیج مسجد صاحب زمان توسط نامبردگان. این هم یه جرم دیگه شون. برنامه ریزی ناموفق. یکی دیگه. شناسایی یک نفر بسیجی در اختشاشات فلک نمازی و تعقیب جهت جرح با چاقو یا قتل. هیچ کدوم اتفاق نیفتاده و میگه شناسایی کرده بوده اینا رو که برن بزنن. شناسایی و تعقیب و مراقبت از یک نفر بسیجی مستقر در خیابان داریوش توسط نوید افکاری و سعید دشتکی جهت جرح با چاقو یا قتل مأمور. شناسایی کرده بودن. تخریب تصویر مقام معظم رهبری توسط نوید افکاری در سالن کشتی و اقدام به تنه زدن شدید به یک روحانی ملبس در محدوده زمانی اختشاشات توسط نامبرده. این هم یه جرم دیگه. کشیک دادن متهمین جلوی مجتمع شلمچه وابسته به سپاه فجر استان فارس در راستای شناسایی بسیجیان و ترور یا ضرب و جرح آنان. این هم یه جرم دیگه شد. برنامه ریزی جهت آتش زدن بانک انصار و درب مساجد یا حوزه های علمیه و تهیه بنزین و روغن جهت ارتکاب جرم توسط نوید افکاری و وحید افکاری. اینا را برنامه ریزی کرده بود. و نهایتاً تنها جرمی که آوردن به عنوان و قتلی که اتفاق افتاده به دروغ اینجا نوشتن که خواهم گفت و نهایتاً در اقدام این ناجوان مردان و غیر انسانی احدی از پرسنل حراست شرکت آبفا استان فارس با هویت حسن ترکمان که در اختشاشات 11 مرداد 97 مأموریت حضور در چهارراه زند شیراز را داشته توسط نوید و وحید افکاری شناسایی و تعقیب و این مراجعات در اطراف منزل به صورت وحشیانه مورد اصابت ضربات مهلک کارت قرار گرفته و مظلومانه و در راه وطن به شهادت برسد. شنیدین دیگه، همش قصد داشتن که فلانی رو بکن شاقو بزنن، میگه به قصد چجر یا بکشن، قصد داشتن بانک آتیش بزنن، به یه آخون تنه زد. اینا جرماشونه. یه قتل گذاشتن تو پرونده شون که قبلا مفصل برنامه داشته این و همه میدانن که ربطی به برادران افکاری نداشته و وکلاشون هم دادشون در اومد که آقا جون اینا نکردن این کارو. سعید دشتکی که به گفته دستگاه تحت امر ابراهیم رئیسی با سه برادر افکاری یک گروه 4 نفره خطرناک تشکیل داده بودند زیر شکنجه، میگه من شاهد قتل حسن ترکمان به دست نوید افکاری بودم. با همین اعترافم هم به طور موقت از زندان آزاد میشه. این تنها شاهد قتلیه که بهشون چسبوندن. وجدانش هم قبول نمیکنه که به عنوان تنها شاهد دروغین قتل به دست نوید افکاری باعث اعدام نوید بشه. میره محضر، سند محضری امضا میکنه. این سند رو ببینین، توضیح میده که در لایحه اعاده، ای بتونیم یه بار دیگه نشون بدیم که من اینو میگم روشن‌تر بشه، زود نریم، چون این همین سند کافیه که بگوید حکمشون برای حتی تو زندان نگه داشتن نوید اینا جنایتکارانه بوده. این سند در لایحه اعاده دادرسی وکیلم عیناً آمده. سعید دشتکی نوشته است که اقرار و شهادتش علیه برادران افکاری زیر فشار و شکنجه گرفته شده و دروغه. عرض کردم همین سند کافی بود که ابراهیم رئیسی رأی بر آزادی نوید بده یا لااقل اعاده دادرسی رو بپذیره، اعدام متوقف بشه لااقل موقت،
ولی میان یه فیلم از نوید میگیرن، بعد از شکنجه هایی که خودش توضیح میده صحنه سازی قتل حسن ترکمان رو تو سیماشون نشون میدن، بعد نوید از زندان چند روز قبل از اعدامش این ماجرا رو افشا میکنه. چون من بیگناه هم و به همین دلیل هیچ سند و مدرکی داله بر مجرمیت من وجود نداره، تنها ابزارشون برای سوء استفاده همینه، اقرار زیر شکنجه. پس لازم میدونم به کمک تجربه‌ای که تو این دو سال به دست آوردیم هوشیارتون کنم تا اسیر سیاه‌نمایی و مغلطه‌شون نشید. برای این کار فقط باید معقول، منطقی و قانونی فکر پیش بریم. من از ابتدای دستگیریم بیگناهیم و فریاد زدم، چه تو آگاهی و اطلاعات، چه تو دادسراها و دادگاه‌هایی که بردنمون. اما بعد از هفته‌ها توی زیرزمین و انفرادی بودن، بعد از ساعت‌ها آویزون بودن به سقف توی اتاق شکنجه و شکستن کتفم، بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم، بعد از اینکه ستوان عباسی و زار معیدی مثل نقل و نبات پشت ناموس به هم میدادن و با لوله آهنی و باتوم ساعت‌ها شکنجم دادن و دستمو شکوندن، بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهر خواهرم و پرونده سازی برای اونا، بعد از نتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید، بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رنگ گردنش زد و به کما رفت، البته با معجزه زندمون، بعد از اینکه وحید دوباره خودکشی کرده، این بار دو تا مش قرص خورد و بازم به کما رفت و بعد از چند روز با احیای قلبی برگشت، بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم و تهدید به بازداشت فوری اونا، و بعد از شکنجه هایی که بیانشون شعر دارم، که البته هر شخصی که تجربه حضور توی بازداشتگاه وزارت اطلاعاتو داشته باشه میدونه چی میخوام بگم، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟ کی میتونه ادعا کنه که اگه جای من بود راضی به ادامه داشتن این شرایط میشد؟ البته یک سال قبلش در شهریور 97، یک سال قبل از اعدامش و یک سال بعد از بازداشتش در واقع، نوید تو نامه به مقامات قضایی شکنجه ها و مستقیم به رئیسی نوشت، شکنجه ها و اعتراف زیر شکنجه رو با جزئیات توضیح داده بود و نوشته بود که اقرار کذب از من گرفتن. در چنین اوضاعی ابراهیم رئیسی اینقدر وقیحه که میگه وضعیت زندانیا در ایران و زندان ها در ایران از همه جای جهان بهتره. یک کشوری اگه نظیر جمهوری اسلامی اینگونه نسبت به زندانیاش توجه کرده، اینقدر زندانیاش از رأفت و رحمت اسلامی بهرمند شدن، از عفو بهرمند شدن، اعلام کنه تو دنیا آمادگی داریم. نسبت به وضعیت زندانها ما آمادگی داریم زندانهامون رو درشو باز کنیم برای دیدن هر کسی که بخواد در عالم این زندانها رو ببینه، مشهود به این که ما هم هر زندانی رو که تو دنیا اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم. هر زندانی رو که ما اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم، ما آمادگی داریم که زندانی رو در جمهوری اسلامی اون کشور اراده کنه ما نشونش بدیم. بعد معلوم بشه کجا به حقوق انسان توجه میشه، کجا به حقوق بشر توجه میشه، ما به حقوق انسان داریم توجه میکنیم یا اونها. بازم میگین از ابراهیم رئیسی وقیح‌تر در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هست و جلادتر در پیوند با نوید افکاری همون کاری رو کردن که بعدن با روح الله زم کردن، یعنی نه به خود این زندانیا، نه به وکیل و خانواده و هیچ کسی دیگه نگفتن که میخوایم اعدام کنیم. دوزکی آدم میکشن تو زندان ها، کاری که سال 67 ابراهیم رئیسی توش خبره شده بود. هیچ کس نمیدونست که هزاران زندانی سیاسی رو اعدام کردن. شب اعدام نوید تلفنی به دوستش میگه ما رو قرار منتقل کنن به تهران. الو سلام. سلام شوری. خوبی خوشی. سالمی؟ کجایی؟ سالمی؟ میگم والا اینجوری که میگن قرار فردا صبح ستامون انتقال بدن تهران. زنگ زدن از خونه؟ زنگ زدن از خونه. شما عبرتید الان؟ نه زیر زمین. زیر زمین. فقط تو رو معاینه کردن. حبیب وحید آسیب دیدن؟ نه ستامون معاینه کردن. ستاتون معاینه کردن؟ فقط تو خبرها گفتن حبیب وحید فقط اسم تو رو بردن. نه از پزشکخانه اومد همراه آقای موسوی رئیس کل دادگستری، چند تا پزشک از پزشکخانه اومدن ستامون منو که معاینه کردن، حبیب وحید هم گفتن معاینه مون کردن.
خب عکس گرفتن نوشتن، هر جایی که آسیب دیده بود نوشتن. ولی تو خبرها گفتن هیچ آسیبی ندیدید. یه چیزی که من دارم بهت میگم حقیقت. درست. همه جامون حدود 10 الی 15 تا جا نوشتن، کامل نوشتن. درسته. حالا چیزی که گفتن میخوان فردا انتقال بدن تهران. زندان مقصدش هم معلوم نیست. اینجور که بهمون گفتن. اسم این کسایی که به اصطلاح کتکتون زدن میدونی؟ ها میدونی. اسمشون میگی؟ خادم الحسین رئیس گارد و زندان بود. خودش دیگه؟ والا چند سرباز بود که اسمشون نمیدونم، باید ببینمشون. انشالله که درست میشه. درست میشه. حالا فردا ببینیم خدا چه میخواد، کجا بریم، چی سو بشه. یعنی رسماً این زندانی رو به قتل رسوندن. این حتی در قاموس جمهوری اسلامی اعدام نیست، قتل عمد سیاسی است. قاتلا کیان قبل از هر کس؟ رئیس قوه قضاییه و رئیسش علی خامنه ای. فاسدترین شخصیت سال 1399 مام جعفر منتظری، دادستان کل کشور. 31 شهریور 99 قاچاق 1.5 میلیارد دلار ارز توسط امید اسدبیگی مدیر عامل مجتمع صنعتی هفت تپه. چجوری 1.5 میلیارد دلار ارز میدن به یه نفر؟ باید چند ماه برگردیم به عقب تا برسیم به مام جعفر منتظری، دادستان کل. 31 شهریور 99 31 اردیبهشت 99 تو دادگاه مدیر عامل افتپه گفت چرا از من در مورد مراوده مالی با فرزند دادستان کل سوال پرسیدید. فرداش 1 خرداد 99 دادستانی تهران اطلاعیه رسمی داد. راجع به شخص دادستان کل کشور و فرزندوی هیچ بحث و یا سوالی مطرح نبوده، لذا این بخش از اظهارات اخیر مدیر عامل افتپه در جلسه دادگاه قویاً تکذیب می شود. تکذیب می شود. اسدبیگی در واقع با اشاره به دادستان کل کشور و فرزند دادستان کل کشور سر ماجرای رشوه و اینا خواست بگه آقا از من حمایت کنی. با این حد دست هممون توی کاسه است. لو میدم. خودش تنها هم نه، باباش هست، داداشش هست، اینا همه میتونن لو بدن. مام جعفر منتظری با این تهدید ضمنی که اسدبیگی در دادگاه کرده بود میاد یکی از نوچه‌هاش حسینی پویا دادستان خوزستان رو که خودش 3 میلیارد تومان از اسدبیگی از طریق بیا آقای به اسم شفیعی که قبلا توی نشکر هفت‌تپه جز مدیرا بود رشوه گرفته بود، مأمورش کرد که بر پرونده نشکر هفت‌تپه نظارت بکنه. خب اینجوری پرونده رو اینجوری نگرداش. گل پسرای منتظری، یکی ممدوسین که خیلی چاق کارچاخ‌کن دستگاه قضایی است و توی برجی در ولنجک زندگی میکنه در تهران، در معاونت پیشگیری از جرم قوه قضایی کار میکنه. معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضایی کیه؟ منباقر الفت. الفت معاون ابراهیم رئیسی است و دیگه کمتر کسی است در دستگاه قضایی ندونه که نونخور اسدبیگی ها. اون یه پسر مام جعفر دادستان کل، یعنی ممدلی، هم از قافله عقب نمونده. حالا عکسای برادرها رو که ببینین، این ممدوسین، اون یکی ممدلی، بله این اون قولتشن، اون ممدلیه. هر دو داماد اینا با جناقن با هم دیگه، این دو تا گل پسر با جناقن و داماد عبدالله حاج صادقی نماینده رهبر معظم در سپاه. به همین دلیله که اطلاعات سپاه که روی این پرونده کار میکرد همه جا اسم از دولتی ها برده، حالا هرچند کسی کاری بهشون نشته، ولی به مام جعفر منتظری و افراد بیت رهبر که میرسه هیچ اسمی از اونا نمیبره. فساد مام جعفر منتظری انقدر گسترده است که قبلا هم گفتن پرداخت خان بهش توی یک برنامه جا نمیشه. شهریور 88 که مام جعفر منتظری میشه رئیس دیوان عدالت اداری قبل از اینکه بشه دادستان کل کشور، قالیباف اون موقع شهردار تهران بود، فوری به مام جعفر، چون رئیس دیوان عدالت اداری بود دیگه، میتونست یقه قالیباف رو بگیره با اون دوزیای کلانی که کرد، میاد فوری بهش
رشوه میده که چشو ببنده رو اون قارت خورده مافیای شهرداری. یه ملک 1000 متری تو قیطریه بهش میده، بساله و کارگر و مهندس و غیره میریز اونجا، یه خونه مجلل چند طبقه میسازن واسه مام جعفر که الانم هم همونجا ساکنه. آی دادستان تو قیطریه، دادستان کل کشور. مام جعفر منتظری رشوه خاری و فساد خونوادگیش فقط مربوط به خودش و گلپسراش نیست که با سفارش مام حسین منتظری گلپسرش 340 میلیون دلار بی وثیقه از بانک کشاورزی دادن به امید اسد بیگی، اون گلپسری که مدیر عامل نشکر هفت‌تپه شد و به بادش داد که بره باهاش قاچاق ارز بکنه، بعد بیان محاکمش کنن بگن 1.5 میلیارد دلار قاچاق ارز کردی. یکی از دختراش هم داخل این چرخه فساد خانوادگی هست، یکی از دخترای مجعفر منتظری یه مؤسسه دلال بیمه واسه دخترش درست کرده آقای دادستان کل کشور با درآمد بی حساب. هزینه بیمارستان، هزینه بیمه پرسنل قوه قضاییه ماهانه چند صد میلیارد است، همگی زیر نظر یک شرکت واسط، شرکت دلالیه که دفتر این شرکت در خود کاخ دادگستری است و احتمالاً سود چند ده میلیاردی از این دلالی میبرد. این شرکت واسط اسمش هست خدمات بیمه‌ای پشتیبان عدالت. زهره منتظری، دختر حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت، کنار دفتر بابا جونش تو کاخ دادگستری داره کار میکنه، میلیارد میلیارد پول میبره خونه شوهرش که پسرخاله خامنه‌ای. تا یادم نرفته و فرصت هست بگم که شاید علنی ترین افتضاح فساد خانواده دادستان کل کشور شراکت ممدوسین منتظری باشه با سینا کمالخانی، آدم جائل دروغگوی. ببینید یه شرکت سوریه که از قوه قضاییه اینجوری اینا با هم سر این شریکند، از قوه قضاییه پروژه های میلیاردی میگیره، پروژه هایی هم که هیچ سر و ته نداره، مثلا بررسی مقایسه قوه قضاییه ایران با بقیه کشورها که فقط اسمه، هیچ خروجی در کار نیست. حالا این جالبه که سینا کمالخانی از رشوه دهندگان به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت که بشود نماینده مجلس. اولم تایید صلاحیت شد با رشوه‌ای که داد برای انتخابات مجلس، بعد که آدمای مطلع رفتن راپورتش رو دادن تازه معلوم شد که مدرک تحصیلیش هم جعل کرده بوده. جعل مدرک فقط یکی از کاراشونه که نتونستن لاپوشونی کنن. 500 میلیون تومان رشوه دادن، اینجا از دیگه که بعد باطل میشه، 500 میلیون تومان رشوه داده بود سینا کمالخانی به شورای نگهبان تا تایید صلاحیتش کنن و چون واسطه این رشوه فرزند یکی از شش فقیه برگمارده رهبر در شورای نگهبان بود، قضیه رو فقط با موضوع جعل مدرک بستن و گفتن خب شما باطل شد تایید صلاحیتتون. محمود صادقی نماینده رد صلاحیت شده مجلس در گفتگو با سایت فراز گفت سینا کمالخانی توانست با برخی افراد در شورای نگهبان ارتباط بگیرد و در نهایت با 500 میلیون سینا کمالخانی تایید صلاحیت شد. به گفته صادقی در پرونده مرتبط با تایید صلاحیت سینا کمالخانی چند نفر هم بازداشت شده بودند که از سرنوشت این پرونده صادقی میگه خبری نیست. خب طبیعیه که خبری نباشه، چون می‌خواستن برن پسرای دادستان کل کشور رو بگیرن. وقت پسر دادستان کل کشور شریک این آدمه در مؤسسه علم گستران یا عام گستران علامه، این دو نفر به اسم این مؤسسه سوری که درست کردن همچنان دارن از قوه قضاییه پروژه های میلیاردی میگیرن. به این دلیله که میگم خانواده دادستان کل کشور که باید یکی از پاکترین آدم های جهان اسلام باشه، فاسدترین، اگه بشه بهش گفت شخصیت و ضد شخصیت سال 99. و اما شجاع‌ترین، ببینین شجاع‌ترین هممون میدونیم که زندانیان سیاسی که پای حرفشون وایسادن و دفاع از مردم و آزادی ایستادن شجاع‌ترین ها هستند، بودن در سال 99 و هستند. نسرین ستوده، محمد نوریزاد، اسماعیل عبدی، جعفر عظیم‌زاده و و و و و. ولی من میخوام بگم شجاع‌ترین شخصیت سال 99 روح الله زم بود
اعدام 22 شهریور 99. در آخرین گفتگویی که اطلاعات سپاه با او میکنه و هزار تیکش کردن و به هم چسبوندنش و از سیماشون پخش کردن که بگن این آدمی که میخوایم اعدامش کنیم ببینید چقدر مستحق اعدامه، روح الله نشون داد به سادگی که نه شکسته زیر بازجویی و نه حتی به ظاهر ابراز ندامت میکنه. آمد نیوز دنبال چی بود؟ هدف روح الله ازم چی بود؟ ما هدف اولیه‌مون که یه ذره تو راه کمرنگ شد ولی ول نکردیم و ادامه دادیم، مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. ولی مدل مبارزتون منطقی بود به نظرت؟ یعنی چی؟ کجاش خیلی منطقی بود؟ بعد در ادامه جمله ای میگه روح الله عزم که همه بساط بازجویان رو به هم میریزه وقتی بازجو به هر نحوی میخواد ازش بشنمه که مردم کف خیابون اغتشاش کردن. مثلا آموزش ساخت کوکتل مولوتوف، این اونا اشتباه بود، اونا رو توی دورانی که من دست من بود که انجام نشده بود. که کانال مال شما بود یا نبود؟ ببین کانال مال هر کیه که درست کنه. درست کردی؟ خب دیگه کریتورش من بودم. خب حالا این خب. که مثلا حالا این که جالبه میگه من میخوام صدای مردم باشم، بعد میگیم آقا این که به مردم میگی برو بمب دست ساز درست کن بنداز تو اختشاشات کف خیابون بمون نرو خونت، این کار من نم. بالاخره اختشاشات شما میگین، اختشاشات ما میگیم اعتراضات، اعتراض مردم شما داری اگر واقعا هم اعتراض باشه شما به سمت اختشاش کشوندیش. خودم یه گرایشاتی داشتم که شاید یه نظامی بهتر از جمهوری اسلامی بتونه بیاد حاکم بشه. خود روح الله عزم میگفت، از قول پدرش نقل میکنم که گفته بود این مصاحبه ها رو بکن تا بهش گفته بودن این مصاحبه ها رو بکن تا ما تو رو مبادله کنیم با یک زندانی در مثلا فرانسه، از این تروریستاشون که زندان هستن تو کشورهای غرب. و باز در این مصاحبه ها می ایسته و دفاع میکنه از اعتراضات مردم. ببینید روح الله عزم رو با عجله اعدام کردن، با هیچ آینه دادرسی خودشون همخوانی نداشت، چون حتی به قول پدرش نذاشتن وصیت‌نامه بنویسه، حتی به خانواده‌اش و وکیلش نگفتن چند ساعت دیگه داره اعدام میشه. و این همه عجله برای اعدام بدون اطلاع قطعا از ترس همون چیزی که روح الله میگفت، از ترس اعتراضات مردم. و با همین جمله که شما میگین اغتشاشات، ما میگیم اعتراضات، در ذهن مردم ماندگار شد. ببینین معیار ما در گزینش پرده آخر سال وزن سنگین خرافات در موضوع و میزان بلاهت گوینده است. پرده آخری ترین پرده آخر سال 99. همونطور که امام امت سلام الله علیه فرمودن، در نقشه خداوند تبارک تعالی حتی از زمان تولد پیغمبر انقلاب اسلامی ایران دیده شده. و نکته دوم که امام فرمودن است که بعد از رحلت پیامبر جبرئیل که 3 ماه خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها می‌رسید، حضرت زهرا به خاطر اون اسمش محدث است، حضرت جبرئیل با اخبار انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آروم می‌کرد و می‌گفت ایرانی‌ها خواهند اومد. شب و روزگار خوش.